رسانه‌های منطقه به طور گسترده تداوم و گسترش اعتراضات ضد حکومتی در ایران را پوشش دادند. خبرگزاری آناتولی ترکیه، القد اردن و چند رسانه دیگه در منطقه اعتراضات سیستان و بلوچستان، سرکوب شدید و کشته و زخمی شدن ده‌ها معترض را پوشش دادند. رسانه‌های منطقه به سخنان مولوی عبدالحمید هم توجه ویژه‌ای کردند. العربیه نوشته مولوی عبدالحمید از جمهوری اسلامی خواست تا با نظارت نهادهای بین‌المللی یک رفراندوم برگزار کنه. سخنان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در مورد آزاد کردن ایران بیانیه کاخ سفید و واکنش ایران هم پوشش یافته. از شرق الاوسط نوشته اعتراضات ضد حکومتی در ایران وارد هفته هشتم شد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران به بایدن و وعده او برای آزادی ایران حمله کرد. رسانه‌های منطقه همچنین به هدف قرار گرفتن دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خوزستان و حمایت امامان جماعت اهل سنت از اعتراضات پرداختند.